بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگه از فیزیک صنف هشتم با ادامه درسهای قبلی تحت عنوان چارچه برقی. چارچه برقی، این دوستای عزیز عنوان درس. چارچه برقی این دوستای خب این عنوان درس ما، عنوان دوستای عزیز گرفتیم. خب معلوم است که ما میخواییم از چی گپ بزنیم؟ از برق، از نامش معلوم شد. کدام نوع برق؟ برق ساکن. برق ساکن چی رقم برق است؟ دوستای عزیز، اول خود برق چیست؟ باز برق ساکن چیست؟ برق دوستای عزیز جریان الکترون. الکترون چیست؟ بعدا تشریح میکنیم براتون. ساکنش براتون مانا کنم، یعنی امی چارچه برقیه که پیدا میشه در یک جای محدود بانه، یعنی ذخیره باشه، در روی کدام سیم یا هادی جریان پیدا نکنه. اگر باز در روی سیم جا الکترون ها به حرکت آمد و جریان پیدا کرد، او را دیگه برق جاری میگه. اگر در یک جای ذخیره شد و محدود ماند، او را باز برق ساکن میگه دوستای عزیز. حالا در کجایی رو دیدین؟ به خاطری که این موضوع براتان روشن شوه، هر روز در زندگی عملی آدم میبینه اما گاهی دقت نمیکنه. دیده باشین کمپل از سرتان میپرتین یا کالایتان میپوشین، یک جرقی برقی را آدم مشاهده میکنه. یا مثلا چیزهای پلاستیکی، یعنی مثل مارکر، این اگر ما در یک چیز پشمی مثل جاکتی که در جانم است، دهی اگر این را بمالیم، ببینید بمالیم، باز پارچگک های کاغذ و پارچگک های کاغذ نیزی کنیم، میبینیم رستش میکنن. دیدید؟ پارچگک های کاغذ بلند میکنن. سعی کنین دوست عزیز؟ دیدید؟ دیدید؟ دیدین که پارچه کاغذ بلند کردن؟ این خود نشان دهنده چیست دوستای عزیز؟ ایست که اینمی میله پلاستیکی که همی مارکر ما را ساخته، با مالش دادن در روی یک پارچه پشمی برقدار شد. برقدار شد، چرا؟ اگر این برقدار نمیشد، دیگه باز اینی کاغذ کار روز کردن نمیتونست دیگه. می‌بینی؟ دیدی؟ و کاغذ را می‌بینی که بلندش می‌کنه. این نشان دهنده عزیز که میله پلاستیکی در اثر مالش دادن به یک پارچه ابریشمی این قدرت پیدا کرد که پارچه های کاغذ از روی میز برداشت. چرا؟ برقدار شد. برقدار. چه قسم برق؟ اینه میره برق ساکن میگن دوست عزیز. چرا شد؟ این آنی نیست. اولا براتان جواب میتیم. چرا شدش؟ جوابشی است که تمام اجسام از نگاه فیزیک و کیمیا، چیز اجسامی که در طبیعت است، از اتم ساخته شده. از چی ساخته شده دوست عزیز؟ اتم. اگر ما ساختمان اتم رو ببینیم، از یک قسمت مرکزی ساخته شده مثبت و یک قسمت که در بیرونش است منفی. ای که منفی است به این نشانش میتن، ای که مثبت است به پی نشان میتن. یعنی ای پروتون هست. چی است؟ پروتون. اما ای که در داخل هسته است، در هستی اتم است. ای که در فضای اطراف هسته است، ای ره الکترون میگن. الکترون. ای در مدار که است.
این پروتون چارجش مثبت است، الکترون چارجش چیست؟ منفی است. اینا تمام جهان از اتم ساخته شده و اتم هم اینم یک ساختمان داره. یعنی دو تا ذره چارجدار داره. یکی چارج مثبت به نام پروتون، یکی چارج منفی به نام الکترون. تا یک دانه پروتون و یک دانه الکترون اگه بود بدون برق است، مثل که در اول یک شانه پلاستیکی یا یک مارکر یا یک میله پلاستیکی هیچ وقت یک چیز درست کردن نمیتونه، به خاطر اینکه برقی نشدن. یعنی تعداد پروتون و الکترون چی است؟ با هم مساوی است. زمانی که مالش داده میشه در روی یک پارچه پشمی، باز اینمی الکترون خود یا از جسم میده یا میگیره، ولی در میله پلاستیکی دوستای عزیز از همون جسم مقابل میله پلاستیکی از همی پشم الکترون میگیره. یعنی یادتون باشه که میله پلاستیکی مثبت چارج میشه، میله پلاستیکی همیشه چی چارج میشه؟ چیز منفی چارج میشه. چی چارج میشه؟ منفی چارج میشه، منفی چارج میشه، منفی چارج میشه. چی مانا؟ یعنی الکترون میگیره. از اون الکترون که گرفت، تعادل بین الکترون و پروتون به هم برم میخوره، یعنی تعداد الکترونش زیاد میشه و الکترون چون چارج منفی داره، از اون خاطر باز میگیم که چی چارج شد؟ منفی چارج شد. متوجه هستین دوست عزیز؟ و به همین ترتیب تجربه های دیگه هم است که اگر باز یک میلی شیشه ای را در یک پارچی ابریشومی همونطوری که در پشمی میمالیم بمالیم، با دو صورت باز میلی شیشه ای مثبت چارج میشه. میلی شیشه ای چی چارج میشه دوست عزیز؟ میلی شیشه ای، میلی شیشه ای که در چی مالیده شود؟ در پارچی ابریشومی، در پارچی ابریشومی وقتی که مالش داده شود، باز میلی شیشه ای مثبت چارج میشه. مثبت چارج میشه چی مانا؟ یعنی الکترون خودم میته. برای چی؟ برای پارچی ابریشومی، برای از اون الکترون خودم میته. الکترون خود که داد، تعداد چی زیاد میشه؟ پروتون زیاد میشه. پس این باز مثبت چارج میشه. چرا؟ که پروتون چارجش مثبت است. یعنی به طور خلاص اینطور شما فهمیدین که در حالت عادی تمام اجسام از چی ساخته شده؟ از اتم. اتم هم چند تا ذره چارجدار داره؟ دوتا. یکی نامش پروتون است که در هسته است، یکی نامش الکترون است که در کجاست؟ در مدار است. خب در حالت عادی تعداد پروتون و الکترون مساوی، بدون برق. بدون چی؟ برق. ایناله وقتی که ایره ما مالش میتیم در مثلا میلی پلاستیکی را در یک پارچه پشمی، ایناله اینجا دو حالت پیش می، یا الکترون میبازه یا الکترون میگیره، مقصد تعادلش برام میخوره. میلی پلاستیکی چی رقم است؟ از پارچه پشمی الکترون میگیره. الکترون که گرفت، تعداد چی زیاد میشه؟ الکترون زیاد میشه و الکترون هم چارج چیست؟ منفی. پس میگه منفی چارج شد، منفی چارج شد. اما اگر میلی شیشه ای رو گرفتیم در پارچی ابریشومی مالش دادیم، با دهی صورت میگن مثبت چارج شده. مثبت چارج شد چی مالا؟ یعنی الکترون خود از دست داد. با چی از دست داد؟ با پارچی ابریشومی با او داد. تبادل الکترون دیگه صورت گرفت. بر خود اینمی تبادل الکترون است، یا می جریان الکترون را به نام چی یاد میکنن؟ برق یاد میکنن. اینال ای الکترون خود از دست داد، از دست که داد تعداد چی زیاد شد؟ پروتون. چرا؟ در حالت عادی خوب مساوی سن، یعنی یا الکترون میبازه که باخت پروتون زیاد میشه، مثبت چارج میشه، یا الکترون میگیره که چی زیاد میشه؟ الکترون زیاد. الکترون که زیاد شد، الکترون چارج چیست؟ منفی. پس منفی چارج میشه. انشالله دوستای عزیز فکر میکنم راجع به چارچای برقی شما معلومات به دست آوردین و همچنان راجع به برق ساکن که برق ساکن کدام برقی بود ایرام کمک شما فهمیدین و خود برق هم فهمیدین که برق چی هست. یعنی به طور خلاص را اگر این را جمع‌بندی کنیم کلشه در آخر که یاد ما بانه، برق چیست؟ عبارت از جریان الکترون. الکترون چیست؟ ذره است که در ساختمان اتم وجود داره. اتم چیست؟ اتم ذره کوچک است که تمام مواد جهان یا تمام جهان از او ساخته شد. دیگه کدام سوال باقی نماند. اینال اونمو الکترون اگر به حرکت بیه در روی یک سیم او برق است، برق جاری.
اگر الکترون با وجود به برقدار شوه یک جسم ولی در مساحه ذخیره بانه محدود بانه، مثلا یعنی در این پلاستیک که در میده گمتر مان یعنی در در روی کدام سیم جریان پیدا نکد، او را برق ساکن، برق چی میگه؟ ساکن، که البته تالس عالم یونانی برای اولین مرتبه اینمی برق ساکن دوستای عزیز چی کرد؟ کشف کرد. و ای که چی اهمیت داره، چی کاربرد داره، چی فایده که یاد داشته باشیم، در کجاها از این کار گرفته میشه، این دیگه بخیر در درسای آینده که در کجاها اینمی برق ما ذخیره میکنه. بسیار اهمیت بلند مثل در امی نمونیش در موبایل ها امی چارجر که میگیم. برق ما دهی چی میکنیم؟ ذخیره میکنیم. یعنی خودش برق ساکن. در خازن یا کاندنسر ها، در انواع گروپ ها، کاندنسر در خود تلویزیون، در خود تمام وسایل برقی کاندنسر یا خازن وجود داره که در او برق ذخیره میشه. اون برق ساکن است. اما اگر برق از یک منبع پیدا شد و ذخیره نشد در یک جایی، به حرکت آورده شد در روی یک سیم یا لاین یا به اصطلاح هادی که میگیمش، بازور ما شما برق جاری میگیم که اونا او را خود اگه هیچ در شک نیست، همه گی میفهمه که امروز زندگی انسان کلش سرمی برق استوار است که هم در روشنی و هم در بدست آمدن گرمی یا حرارت از او چی میشه دوستای عزیز؟ استفاده میشه. به این ترتیب فکر میکنم که دوستای عزیز ما امروز تانستن از درس اول از ما چیزهایی که لازم هست راجع به چارچ برقی، برق ساکن و خود مفهوم برق و کلمه ساکن و خود چارچه ها که چی است، چند نوع چارچ وجود داره، معلومات به دست آمد. این حالا به این که براتان سوالش نشته کنیم. دوستای عزیز سوالتان به این ترتیب: یک، درباره چارچ برقی، درباره چارچه های برقی معلومات خود را بگویید. این شما دیگه سر از این کار میکنین و معلوماتتان که به دست آوردین هم از کتاب و هم از درسی که ما براتان توضیح کردیم درباره چارچه های برقی حتما یک چیز استفاده کردین. تشکر از توجهتان. میره تا درس دیگر که در خدمتتان باشیم. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.